و دانشپژوهان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز همه رو اینجا کنار هم میبینم. همونطور که میدونید امروز اینجا جمع شدیم تا از اساتید فعال و برتر دانشگاه تقدیر به عمل بیاریم، اساتیدی که باعث شدن نام این دانشکده به عنوان یکی از برترین دانشکده های کشور برده بشه. البته قبل از اینکه بخوام از اساتید نمونه دعوت کنم که روی صحنه تشریف بیارند، میخوام یک خبر خوش به همتون بدم. میخوام یک خبر خوش بهتون بدم. من از پشت همین تریبون میخوام یک خواهشی از استاد کشاورز بکنم. میخوام خواهش کنم که اجازه بدن من ایشون رو برای دخترم خواستگاری بکنم. امیدوارم این افتخار رو به من و خانوادم بدن. لطفاً تشریف بیارید. خواهش میکنم تشریف بیارید رو صحنه. آقای مجید کشاورز. به افتخار دخترشون خانم پریسا خانوم. جله جله همه پریسا خانوم.
میخوام یک خبر خوش بهتون بدم. امروز با خبر شدیم که مقاله های یکی از اساتید همین دانشکده به عنوان بهترین و برترین مقاله انتخاب شده. او کسی نیست جز آقای مجید کشاورز. خواهش میکنم تشریف بیارید روی صحنه. بفرمایید. ضمن عرض سلام خدمت شما حضار عزیز و استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر کیهانی، من میخواستم همینجا از پشت این تریبون رانندگی میکنم هی زنگ میزنه، گفتم شب میام دیگه بابا. آره کیا هستن؟ الو میگم کیا هستن؟ خب بابا من دارم هی دارم بهت میگم. چیکار کردی؟ میزدم به اون؟ خب اگه سلطه تو جمع کرده بودی میتونستی کنترل کنی بی صاحبو. درست حرف زدم بی صاحب یعنی چی؟ درست حرف زدم. من درست حرف نزدم چی میگه بچه؟ بول 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 خواهش میکنم. سلامت باشید. خوشحال شدیم. قربون شما. سلامت با اجازت من استاد. تبریک میگم. ممنون پریسا. خانم کیهانی من تبریک میگم استاد، موفق باشید. ممنون خانم، لطف دارید. تشریف میارین سر کلاس؟ بله حتما حتما. پس میبینیم اتون. خواهش میکنم، خدمت میرسیم. خدافظ. خدافظ استاد. مجید خان. آقای دکتر تبریک. تبریک. ما هرچی داریم از شما داریم. راجب اون موضوع. کدوم موضوع آقا؟ همون با خانم صحبت کردم. آها اون موضوع. اصلا ایشون هم موافقت دارن و اصلا مشکلی نیست. همین پنجشنبه. پنجشنبه آخر سال به خانواده محترم تشریف بیارید که میشیم صحبت. همین پنجشنبه. بله. همین پنجشنبه. راستی گفتی پدر مهندس مکانیکه؟ مکانیک هستن. بله پدر. چقدر دوست دارم با پدر آشنا بشم. واقعا باید بهش تبریک گفت که یه همچه جوان با استعداد رو تحویل جامعه داده. بله شرمنده میکنم آقای دکتر. میبینم ات. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر. ممنون. خیلی خوشحال شدیم. با موفق باشید آقای دکتر. همین پنجشنبه. جونم هم بی خیال شو.
من ول نمی کنم تا جواب نگیرم و آروم نمیشینم. حالا یک کلام، ده کلام، صد کلام جواب دادن، از رو برو دیگه. وایستا، من اومدم. تو وایستا. ببین هر کاری دلت میخواد بکن، من نیستم. هر غلطی که میخوای بکنی بکن. وایستا، من اومدم. من سر کله اضافه ندارم واسه تو فدا کنم. باشه، برو. آقا من دمت گرم. وایستا، وایستا، برو، 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 وایستا. چیه؟ سلام. گفتم چیه؟ جهو سلام بده. میگی یا ببندم درو؟ نه 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 نبند. میگم میگم. ببین برو پدرم. میگم میگم. میگم. سلام. اومدم جواب بگیرم. جواب چی؟ جواب خواستگاری رو. پسر تو چقدر پر رویی؟ واسه گرفتن این جواب چقدر کتک خوردی؟ بازم میخوای منو بزنی؟ داخل رو نمیری. واسه چی برم؟ جواب میخوام. نه نه نه. سلام سارا خانم. با این چه پروه؟ چرا بل نمی کنی حشمت؟ آیا حنا ببینین من خاطر بیار پایین. اینا میگن نه نه. صداتو بیار پایین. نمیارم. میخوای چی کار کنی؟ بلد میکنی؟ جواب بابا بابا این حشمت چرا چالش نیست بازه من اومد دمه در آن؟ بابا چه خلقه؟ خود کرده؟ خوش سایده؟ آه خود رو دیگه به خویه هم میگی بابا. آه 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 بلش کن، 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 منو نزن، آقا جون، پامو داغون کردی. بلاخر باشه این برای آمدی ها. تو، برو. آخه لنده اور تو نمیگی بچه مردمو میزنی خونش میفته گردن ما؟ من؟ آخه من خودم داشتم کتک میخوردم. آقا جون شما خودتو نمیگی با چوب اومدی وسط؟ اومدم سواتون کنم. آخه اونجوری رفتی از اون پسر بالا که چی؟ اون منو بلند کرده بود داشت میزد. شما هم که با چوب فقط منو زدی. دیگه آقا جون شما فقط سعیدو زدی، اصلا حشمتو نزدی که. من عصبانی بشم خودی و غیر خودی و نخودی و بیخودی حالیم نیست. همه رو ادم میزنم. حالا متوجه نخودی نمیشی دیگه. پسرخاله رضا رو هم نیدی به اون درشت. رضا که ماشاءالله انقدر درشته چماقه هر طرف چرخونی میگیره به این. اصلا آقا جعفر همش زیر سر این حشمت گور به گور شده است. معتاد. ول کنم نیست. بی خیالتون راحت. من دارم میرم. اون هم دیگه بی خیال ما بشه. تو شکر میخوری بری؟ کجا میخوای بری؟ نمیریم اون شیرینی رو اونجا. اصلا هیچکی نمیپرسه برای چیه. برای چیه؟ ای وای آقا جعفر خاک تو سرم. پاک حواسمون پی این دعوا پرت شد. چی شد؟ چی شد؟ بگو، بگو چی شد؟ دانشگاه قبول شدم. به 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 دختر گلم. به به دختر گلم. به به دختر گلم. به به از خند و اثر ساخته از کنگ عروسی نه آیه دیگه. به 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 باید بگیر دیگه. چند بار برم دانشگاه؟ برو ضرر نداره. رفتم یه بار دیگه. میگم برو بگو چشم. چشم. بچه بزرگ کرده. بفهمید، بنویسید. خانم کیهانی؟ بله استاد. اون
کتابی رو که گفته بودم تهیه کردین؟ بله. اگه ممکنه بیارید من ببینم. بفرمایید. پس چرا اینجوری شدی؟ بله، این همون کتابیه که من میگفتم. بابات شما کجاشو گفتین؟ بابام چی؟ بابات گفته که پنجشنبه آخر سال بیانی خواستگاری. این که خیلی خوبه. بله، بسیار کتاب خوب و پرمحتواییه. قلمات کن نمیخوره. سریع تر بنویسین، الان کلاس تموم میشه. آره، ولی من آمادگیشو ندارم. آمادگی نداشتی چرا اومدی جلو؟ آمادگیشو داشتم میام جلو، ولی آمادگیشو ندارم که همین پنجشنبه بیام خواستگاری. من نمیدونم، خودتو آماده کن. بابای من وقتی حرفی بزن دیگه کارش نمیشه که. پریسا خیلی ممنون استاد، بچه‌ها میگم کدوم قسمت ها رو بخونن. بله حتما بگید که کدوم قسمت ها رو بخونن. الو، الو مجید، سلام آقا جون. الو مجید بابا، سلام، چطوری؟ آقا جعفر چرا داد میزنی؟ خوبین شما؟ آره بابا همه خوبی. چرا اینجوری حرف میزنی؟ مریضی؟ خاک تو سرم، مریض شده؟ یخ تو دهنمه. به به، هنوز یخ میخوری ها؟ عادت دیگه. که ترکشم موجب مرض است. خب چه خبر آقا جون؟ سلامتی، زنگ زدم که یه حال احوالی بپرسم، یه خبر خوب بهت بدم. اه چی شده؟ هیچ، نگران نشو بابا. نگران نشدم، برای چی؟ آخه گفتی چی شده؟ ببینین شما گفتین خبر خوش، من گفتم چی شده، نگرانی برای چی؟ من گفتم خبر خوش. آره گفتین. پس چرا خوشحال نشدی؟ آخه هنوز نگفتین. خودت گفتی که گفتم. ببینین شما آقا جون، ولش کنین. خب چه خبر، خبر خوشتون چیه؟ خواهر دانشگاه قبول شده. مبارکه، به به، به سلامتی. خب خیلی تبریک بگین از قول من میدونستم قبول میشه. حالا میخواد بیا تهران پیشه. چه کاری بهتر از این خونه به این گندگی افتاده؟ منم تازه از تنهایی در میام. آره مجید جان، ما تصمیم گرفتیم عید امسال بیایم تهران پیش تو. ای مجفر آقا، ما کی همچین تصمیمی گرفتیم؟ من الان تصمیم گرفتم. تو خود تنهایی تصمیم گرفتی؟ بابا مجید که تهرانه، سارم که میخواد بره اونجا، میمونیم من و تو، میریم برمیگردیم، میایم دیگه. ای بابا عید همه تهران رو ول میکنن، میان میرن در و در. وقت تو اینجا رو میخوای بذاری؟ الو بابا، تهران رو میگن عیدش قشنگه. حالا میخوای من پشت خطم دعوا نکنین آقا جون. نمیذاره مادره. برها مجید جان، ما تصمیم گرفتیم عید بیایم پیشه تا دهم یازدهم باشیم، برای سیزده همه بیایم عقش. خوبه؟ آره خوبه. والا میخوای نیای؟ نه 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 نه، قدمتون روی چشم. برها ما فردا تهرانیم. بفهم. الو الو، چه بزرگ کردم. یه لیوان آب یخ بدین به من. ما هم اینجا کل که قالیم دیگه، نه؟ چه
تو؟ شاید من نخوام بیام. چه بهتر؟ نه، متوجه عرض بنده نشده. عرض کردم شاید. چرا؟ دقیقاً متوجه شدم. برای همینه که فرمودم خیر. لازم نکره بیای. نه میام. نمیخواد بیای آقا. میگم میام آقا جون. خیلی خوب، باید بریم یه گوسفند بگیریم. گوسفند؟ آره. گوسفند برای چی دیگه آقا جون؟ چون اولین بار داریم میریم خونه مجید، باید گوسفند ببریم تهران. شگون داره. راست میگه. گوشت چند ماهش هم بسته‌بندی می‌کنیم، قشنگ می‌ذاریم تو یخچال براش. زشته مامان. آقا جون من فقط باید برم باشگاه مرخصی بگیرم. خب برو بگی. جعفر آقا سرویستو چیکار می‌کنی؟ این دو سه روز میگم اکبر بره جان. خب پس یه گوسفند چاق و چله بگیری، یه خنس بازی در نیاری بره بگیری. اونم چشم. چشم بی بلا. بابا بازم غذای بیرون؟ پارسا بابا من خسته شدم انقدر مرغ خوردم. مادر من قیافه رو نیا کش، این مرغ شدم نیم رغ تمام رغ. این چه وضع حرف زدنه؟ واقعیتش منم خیلی حواسه غذای خونگی کردم. سرم درد میکنه، اینقدر بحث شکم نکن. میگم من باید به فکر یه دکتر فوق تخصص باشم برای این سردردهای شما خانم جان. لازم نیست، دیگه دائمی شده. بابا شما امروز مجی چیزی گفتین؟ آره گفتم با خانوادهشون تشریف بیارن. چیزی گفته؟ کی؟ مجید. نه همین که بابا گفت و گفت. واقعا بهش افتخار میکنم. پدر حالا بذارین دامادتون بشه بعد بهش افتخار بکنیم. چه ربطی داره؟ شاگردم که بوده؟ اون لیاقتشو داره. معلوم. پارسا امروز تصادف کردی؟ نه ماشینت توی پارکینگ دیدم. اون چیزه ترمز ماشینم نگرفت، خوردم به جدول. خیلی خوشحالم. دست شما درد نکنه مادرم، من تصادف کردم. شما خوشحالی؟ نه به خاطر پریسا که میخواد با کسی ازدواج کنه که لیاقتشو داره. مامان یه جوری حرف میزنی که انگار فقط من شانس آوردم. چی فکر کردی؟ فقط تو شانس آوردی دیگه. پارسا جان رسیدن دو تا خانواده اصیل و همرده بهترین اتفاق این ازدواجه. این که بله. چقدر مشتاقم این خانواده مجید رو ببینم. باید بهشون تبریک گفت به خاطر داشتن یه همچین پسر. پریسا یه کمی از این مرغا ببر برای مجید. آره فکر خوبیه. فکر کنم الان داره طبق معمول تخم مرغ درست میکنه. کنید این کارا رو بابا، هول شد اینا. ازش بپرس ببین با خانوادهش راجع به این قضیه صحبت کرده یا نه. خب چشم. بابا نوشابه ریزم براتون؟ نه نوشابه می نوشه. خانم نخور، برات ضرر داره. اومدم. ای سلام. سلام شب بخیر. شب شما بخیر. خوب دست شما درد نکنه، مال منه دیگه. بله برای شماست. چرا سرتو گرفتی؟ هیچی، خورد بالای کابینه. چرا مواظب نیستی؟ من فکرم تا حالا خیلی شانس آوردی که زنده موندی. نه بادنجون برم و آفت و اینا دیگه. غذا که نخورده بودی؟ نداشتم درست میکردم تخم مرغ دیگه. از کجا فهمیدی؟ آخه آدم مجرد اصولا جز تخم مرغ درست کردن کار دیگه ای بلد نیست. آره دیگه آدم مجرد و هزار تا تخم مرغ. درد سر فکر کنم سوخت. از کجا فهمیدی؟ بابا بوش تمام خونه رو برداشته. آره مهم نیست دیگه، غذا دارم دیگه. مایتابه رو بردار. آهان مایتابه میسوزه. ببخشید یه لحظه میگم. چی شد؟ سوخ سوخ دست 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 بگی زیرش را آب باش. چی شد؟ این پرت کرد. پرت کرد؟ این پرت میکنم منو میترسونی.
خوبی؟ بله. شما خوبین؟ به خانواده زنگ زدی؟ نه من زنگ نزدم، اونا زنگ زدن. خواهرم دانشگاه قبول شده، داره میاد کارشو بکنه، اونا هم دارن همراهش میان. شما خانواده که اینجوری هستین؟ چه جوری؟ درس خونه تحصیل کرده. آره یه جورایی. خیلی خوبه. چی خوبه؟ شما خوبی؟ معلوم هست چی میگی؟ نه مال سوختگی دست و این سر بالای گاز و خب اینو بگی من برم دیگه پایین. دستو حتما پماد سوختگی بزن. دست شما درد نکنه. زحمت کشیدید، لطف کردید. از خانواده خیلی تشکر کنید. به پدر خیلی سلام برسه. تشریف میوردین تو بعد شد اینجوری دم دادن. شبت بخیر. خداحافظ. شب بخیر. سعید آقا جین گونی یردو رو کجا بذارم؟ بذار همونجا که خدا بیامرز آقا جون میشه هست. ببینم یاد مونده یا نه. حیفه نو سعید. سعید. بله آقا جون. بله و بله. این گوسفنده بذار تای ماشین. نمیره. چرا بمیره؟ خفشه. درست صحبت کن. گوسفندو میگم. فقط بگو چشم. چشم. چشم چهار تا. اینا چی هست؟ ترش و شور و اینا همه رو که بار کرده. پس خودمون چی؟ برای خودمون هم گذاشته. بذار تو ماشین. باش تو به من نگاه میکنه. برو رخت خواه رو جمع کن. خواه رو داره جمع میکنه بابا. جمع کرده. برو بیا. میگه خب داره جمع میکنه. میگم برو بیار بگو چش. جمع کنه صدا میکنه خب. بفرما چش تفی. دیدین جمع کنه صدا میکنه. بله جعفرمو. طیف نون بیا دیگه. اینم بذاریم اونجا. ماشین زود باشین میخواییم بریم ها با امید خدا. اعصابم رو ریختم به هم. نگاه کن نمیدونم بین کی گواهی نامه داده. اعصاب پسام نری آقا جونم، میخوای من بشینم؟ آره بابا تو عقش که این همه جاده بازه و راه درازه، شاخ به شاخ میزنی ماشین رو به روی. اینجا که تهرونه، باید کار دستمون بده. میخندی؟ راست میگه دیگه آقا جون، مگه یادت رفته تو بیابون پایین منبعا شاخ به شاخ شد با موتورت حسن کاره؟ اونی که باید تو تاریخ نوشت. یادتون رفته سال خانم، یادت رفته میخواستی رانندگی یاد بگیری؟ همچین با ماشین اومد تو در حیات خونه درد خلافی جهت باشون به چی کار میکنه؟ خب دیگه بابت که اونجوری رانندگی میکنه شما هم اینجوری رانندگی میکنید دیگه. نصره مگه من چجوری رانندگی میکنم؟ همچین با مینی بوس رفتیم تو اتوبوسی که اتوبوسه بدنم شبیه هش شده بود. آره تصادف‌های بزرگ مال مردان بزرگه. من تو 21 سالگی گواهی پای یک گرفتم. خداییش باید می‌زدم به قطار. نبود زدم اتوبوس. جعفر آقا خیلی مونده برسیم؟ یه الان میدون شهرداریه، باید بریم میدون شهرک آقا جون.
آقا ببخشید. شهرک کدوم طرفه؟ شهرک میری؟ آره. کجا آقا؟ آقا مگه شهرک نمیری؟ مسافر بزن. آدرسم بهت میگم. بله خب. بگو بیان تو. شهرک، شهرک بیا بالا. شهرک. شهرک بیا بالا. شهرک. شهرک جانمونی. شهرک بیا بالا. بچه‌ها آقا جون، بچه‌ها بیا بالا. شهرک بیا بالا. میگم چرا انقدر شلوغ خیابونا؟ شبه عید همیشه همین جوریه. تاکسی‌ها در بس میرن. مسافرم تو خیابون میمونن. میگم فقط قربونت بگو از کدوم وری باید بریم. مستقیم میری سمت راست میشی. حسره. بله بله. میگم اینجا واسه کارکاسبی بد نیست. بیایم تهرون. نه بابا جعفر آقا هزار تا کار داریم. زودتر را بیفت بریم برسیم خونه مجید. کلافه شدم از این شلوغی. شهرک همینجاست نگه داری. خسته دارم. آخه من خسته دارم. خسته دارم. بده آقا بده آقا بده بشما بیمی چقدر شد. چهارده اونی قشنگه. میگم نصرت. بله بله. به این میگن کاسبی. این یه حرفه که اینجای ما اگه از صبح بیان بیرون تا شب فکر کنم صد تا من کاسب بشه. نه بابا آقا جعفر صد تا کار داریم ما اینجا. حالا زودتر بریم به خونه مجید برسیم کلافه شد. آره آقا جون بقیه شما نمیدونم جون هم مستقیم بریم اون رو به رویه برداشت. آه بریم بریم. سعید آقا بپر ببین خونه همینه پلاکش که سه آقا جون همینجاست. عجب خونه ماشالله ماشالله ماشالله. بگو سر یاد باشه پیاده شدیم یه اسفندوت کنیم. پیاده شدین چیه؟ پیاده شدین دیگه پارک کردن. آقا جون اینجا میخوای پارک کنی؟ آره بعد نی؟ بعد ندیدی. پیاده شین. زنگ زدی؟ نه. خب بزن دیگه. حالا کدوم طبقه هست؟ بالا. خب بزن دیگه سعید. خب دارم میزنم دیگه مادرم اصف نیست انگار. چی شد؟ مگه میشه؟ نیست آقا جون. مگه نمیدونست ما میان؟ خب چه من قصاب زود میرسیم؟ کله سرمان آقا بیدار کدی را بیفتیم بریم. کلید نکن یه زنگ بزن بهش. سار راست میگه یه زنگ بزن بهش بگو ما تو خیابون وایستدیم. ایوا؟ تلفن کیه روشنه تو کلاس من؟ خودش بیاد خودشو معرفی کن. الو 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 سلام علیکم. سلام داداش خوبی؟ خسته نباش ما رسیدیم. رسیدین؟ آره الان دم در. باشه 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 من میام من میام. داداش میخوای زنگ یکی از همسایه‌هاتو بزنیم؟ نه 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 نزنیم. همون جایی که هستین در هر حالتی هستین وایسین من الان خودم میرسونم. خداحافظ. چی شد؟ الان میاد. میخوام نه یا یادداشت کردید؟ ببخشید من برام یه کار خیلی مهمی پیش اومده.
و بعد برم. شما این بحث رو ادامه بدین تا هفته آینده که با هم دیگه بحث رو ادامه بدین. استاد آنسان چیزی شده؟ نه خانواده هم اومدن. خب به سلامتی، من کلاس هم شما بری اسمی هم میبینمشون. باشه باشه فعلا خدافز. بایی حالا آقا جون. حالا و بلا نشی اینجور سینه آفتاب موقع تا برمیداره. چی کار کنم؟ بلند شو اون گوسفندو از صندوق عقب در بیار یه هوایی بخوره. بس مجید بیار. میگم در بیار در بیار. دیگه با تو نیستم. خب پیمون یه هوایی بخور خفه شد. باشو. چشم آقا جون چشم. چشم چهار تا رو. حیف نون. این هم گوستفن ای ارزه بارو بگیرش. خیلی خوب بارو بگیرش. یه ارزه سعی